یک سلام دوباره دارم با ایزای کمی لحظه تلویزیون یک برنامه سلام زندگی رو تماشا میکنن من فرهاد رامکیستم در کنارم در بخش روانشناسی همیشه روزهای شنبه و چهارشنبه استاد احسانلای نوری میایند صحبت میکنن در رابطه به موضوعات مختلف روانی روانشناسی البته امروز موضوعی را که انتخاب کردیم موضوعی از در مورد تکنیک آرامش ذهنی می خواهیم که بیشتر صحبت بکنیم و راهکارها را استاد می امروز روز بیان بکنه گرچند که روز چهارشنبه صحبت کردیم اما بعض موارد بسیار مهم مانده که گفتن شنبه صحبت میکنیم اینه بخیر شنبه رسید شما دوستایی که تماشا میکنید برنامه را ببینید و, و از راهکارها مستفید شوید استفاده بکنین سلام استاد به خیر خیلی خوش آمدین به سلام زندگی بازم شما سلامت باشین به نام که بودن ما یاد از او سلام تقدیم میکنم خدمت شما و خدمت بیننده های نازنین تان که این برنامه خیلی زیبا شما رو میبینه تشکر استاد خواستین که در مورد راهکارها راه حل ها و یا هم نکات بسیار مهم صحبت بکنین بفرمایید با مشتیم تمام انسان ها رو ببینین که کلا در روز حتما یک دفعه ناراحت میشن یک مشکل برخورد میکنه برشان و ناراحت میشن میرن میخوان امتحان بتن استرس میگیرن میخوان که یک کار را بکنن دو میشه میگه انجام بتم یا نه تم. بعض انسان ها خیلی غمگین است ناراحت است ناامید است همیشه درگیری مسائل است چرا به این شکل چرا ما همیشه شاد نیستیم چرا مشکل داریم چرا تساهیم خودی گرفته نمیتونیم چرا به زندگی خوب فکر نمیکنیم دلیل ازیا چی از کلا کلش کله همیشه سوال میکنه میگه چرا هستیم چرا ناامید هستیم چرا خسته هستیم چرا به موفقیت نمیرسیم چرا حس موفقیت نداریم یعنی ما حس نمیکنیم که موفق شویم بعضی کسایی که مشکل امی چرا در ذهن ما میفهمیم امی چراها چرا ما چرا خیلی ما. مهم است چرا به موفقیت نمیرسم چرا ناراحت هستم چرا فکر ذهن برنده ندارم استاد میگم من میفهمم که من موفق میشم اما گاهی اوقات باور کو خیلی خسته میشم میگم نمیشم اصلا چرا تسلیم میشیم چرا در نیمه تا یک جای میریم و پس دوباره برگشت میکنیم میگم اصلا من موفق نمیشم دلیل این همه چرا چی است امروز روی روش صحبت میکنیم ای اف تی ایموشنال فریزم تکنیک که بنیانگذار و اولین فرد هستم که در افغانستان روی موضوع صحبت بلد، میکنم بلد، بلد. و فرد دوم وجود نداره که ما کتابم روی موضوع نوشته کردیم به نام تکنیک آرامش ذهن تکنیک رهایی ذهن یا ای اف تی که میتونن از بازار به دست بیارن و این استفاده کنن واقعا کتاب خوب است که ما تعریف از این باید دیگرا کنه یعنی روی من یک صفحه شخوان نبان و من کسایی که خواندن برداشت کسایی که خواندن من صحبت از دیگرا میکنم مثل سخنگوی اونا صحبت میکنم اونایی که خواندن واقعا راضی بودن و روی صفحات فیسبوک خود انداختن از این کتاب خیلی من خیلی خوشحال میشم به خاطر که میبینم کسایی که حتی در خارج از کشور بودن اینه خواندن و دربارش نوشته کردن و واقعا جای خوشحالی و شادیست یعنی احساس میکنین که تاثیرات مثبت بالای زندگی انسانها ها بگذاره خواندن کتاب شما یک بار و بتانیم که همو تکنیک را پیدا بکنیم و یک زندگی کاملا آرام را داشته باشیم تنها کتاب من هر کتاب که ما بخونیم ما رو به مسیر راهنمایی میکنه بعضی کتاب مشخصا روی, خب. موضوع... روی این بام. موضوع روی این موضوع بس شده روی افسردگی روی اعتماد به نفس روی عزت نفس روی تکنیک آرامش ذهن روی چهار مسئله مهم زندگی ما بس شده که یک نفر باید بگه که ما این کارا میتونم خود دوست داشته باشه افسرده و ناراحت نباشه وقتی ما این سه چیز واقعا از زندگی خود داشته باشیم و مشکلای خود حل کنیم افسرده نباشیم اعتماد به نفس داشته باشیم خود را دوست داشته باشیم شخصیت خوب باشیم واقعا به موفقیت می بلد. ما چطور با تکنیک تغییر میاریم بر انسان ها ما روز قبلی گفتم ما دو زمیر داریم یکی زمیر آگاه یکی, یکی ناخودآگاه ناخود شما ببینید زمیر خودآگاهی که ما داریم کارهایی که ما انجام میدیم او 10 درصد کار انجام میده مثلا آگاه است من آگاهانه انجام بدم من صحبت میکنم من مثلا گفتم گیلاس هم میگیرم آگاه است ببینید گلاس گرفتم یعنی ناخداگاه نیست اما بعضی کاراست که ناخداگاه انجام میشه و اصلا دست ما نیست مثلا تنفس میکنیم بدون از که ما بخوایم یا نخواهیم تنفس میکنیم مثلا ما بعضی وقتا زنیم میزنیم چشمای خود به شکل میکنیم او اما تو بدون ازی که ما بخوایم اگه ما فکر خدا بگیریم باز خسته میشیم دیگه چند دفعه ای کار کرده ببینید اینا تمامش ناخداگاه یا مثلا شما در کودکی گفتم یک موزیکی را این عالمش نمین خیلی بردان لذت بخش است چرا در زمیر ناخداگاه تان سیف شده تمام اینا ذخیره اطلاعات ما احساسات ما در زمیر ناخداگاه ماست اگر ما امروز ناراحت هستیم زمیر ناخداگاه ماست که ما رو ناراحت ساخته به خاطر چی به خاطر که ما در کودکی شرایط سخت را و امروز No era este. ببینید در کودکی اگر ما لطو کوب شدیم تحقیر شدیم توهین شدیم امروز نمیگه میگیم نمیتونیم چرا ذخیره شده اطلاعات در ذمیر ناخودآگاه ما اگر امروز ما میگیم چرا به موفقیت نمیرسیم چرا غمگین هستیم چرا مشکل داریم در ذمیر ناخودآگاه ما ثبت شده و همیشه برای ما گفته شده که تو نمیتونی تو پست هستی تو مقایسه شدی تمام مسائل برای ما گفته شده پس این ذخیره شده در ذمیر ناخودآگاه ما امیز که ما امروز ناراحت هستیم همین که ما امروز افسرده هستیم و همیشه ناخودآگاه چند لحظه میشینیم در خانه ناراحت میشیم به خاطر چی دلیل هم وجود نداره میگیم بدون هیچ دلیل ما امروز ناراحت هستم به خاطر چی ما امروز ناراحت هستم این صحبت ها میکنیم امه. اون 90 فیصد اطلاعات ذخیره کرده اما زمین رو خداگاهی ما ده فیصده ذخیره کرده شما یک کسی که نو دریوری را یاد میگیرم یک مثال خوب بزنم که آگاه و ناخداگاه را بیخی بفهمیم کسی که نو دریوری را یاد میگیره خوب فکر خودم میگیره که چطور بریک کنه تمام چیزا فکرش هست بله کسی که دریوری را زیاد کرده ای کاره در زمین ناخداگاه سب شده ذخیره شده او اصلا تلفن هم صحبت میکنه خواندن درد دندانم مانده هم تو خوب میرد این دقسه شام نیست شاید بازی هم کنند از شما یه افراد دیده اصلا روی ازی روی برک اینا چ... فکر نمیکنه نمی 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 اصلا وقت خدا زاین نمیکنه وقت خدا زاین نمیکنه چرا در زمیر ناخد آگاش کس که نو یاد میگره او آگاسته حالا فکر کنم خوبتر فهمیدیم حالا چیکار میکنیم زمیر ناخد آگای ما آسیب خورده زمیر خداگار میاره میگیم بیا این ترمیم کو این درست بساز خیر کالی فرد اعتماد من نفس نداره خیر کی فرد ضعیفه خیره کی فرد اصلا فکر موفقیت و ثروت و آرامش نداره اصلا افسرده است خیره کی تمام مشکل داره اما تو آگاه هستی میتونی حل کنی یعنی 90 فیصد که آگاه است میتونه 10 فیصد, فیصد آگاهی بله. بله. بسازه یا بله. ترمیم بکنه خیلی سوال خوب کردین بله. اینال به خاطر چی که 90 است 10 باید با هر بار, بار تکرار شوه که بیاید 10 درصد 20 درصد 30 درصد 40 درصد 50 درصد 60 درصد 70 درصد 90 درصد تامو مساله رو کلا حل کنه آها. پس ما با این روش شما بینین بدن ما خداوند بزرگ بدن ما رو طور ساخته که کانال های انرژی وجود داره اگر شما دستتان در برق بزنین زود دور میکنین برقتان میگیره انتقال میکنه از طریق نیرونا اگر شما پایتان در جای داغ بزنین پس دور میکنین چرا دور میکنین آخذه ها انتقال میتب به پیام عصبی میگه که پایتا باید دور کنی که میسوزه درد احساس میکنیم بدن ما به اون شکل ساخته شده خداوند بزرگ کانال های انرژی در بدن ما ساخته بدون از اینکه زمیر خداگاه امروز میارم سر ناخداگاه میگم تو باید تغییر کنی از کانال های انرژی بدن خودم استفاده میکنه او کانال ها کجاست ما شرح همیتون باز بعد از روی ویدیو میریم بریم این کانال های انرژی بدن ماست اینی قسمت است یکیش اینی قسمت است اینی قسمت در کتابم دیده باشین اینی قسمت اینی قسمت اینی قسمت و اینی قسمت این کانال های انرژی بدن ماست هر زمانی که ما ناراحت میشیم یا مشکل داریم با این میتونی کلا کلا کل بخش ها رو تغییر بدیم که من هم در کتاب نوشته کرده بودم پس زمانی که یک فرد افسرده است من مثلا فرد افسرده را مثال میتونم خیلی ناراحت است او چی کار کنه باید جمله رو تکرار کنه بگوی اگر چی من فرد خیلی افسرده استم وقتی اینجا شما ضربه میزنین انرژی انتقال میکنه اگر چی من یک فرد افسرده هستم و خیلی ناراحت هستم با وجودی که افسرده هستم اما خودم من بپذیرم و خودم را دوست دارم اگر چی من خیلی در مشکلات هستم نامیدی کل زندگی من فرا گرفته اما بازم خودم من میپذیرم و به پیشرفت خود فکر میکنم این کار کرده میریم تکرار تنها من نیستم این در آمریکا توسط دکتر کالان ایجاد میشه و بدون از او دیگه دکتران روی از ای کار میکنن و ایرا این ایجا... ای انال شدت موضوع را باید ببینیم جملات جملات ما مهم است و شدت موضوع که چقدر است یک بار نمیشه مثلا مشکل ما شما تا شماره پنج است باید پنج بار تکرار کنیم دست بعد دوباره بار تکرار کنیم اما جملات رو گفته برین اگر چی من خسته است و مثلا مشکل دارم خودم میپذیرم خودم دوست دارم این جملات تکرار کرده بریم این باعث میشه که هم کانال های انرژی بعد بعد از او یک اکسیژن بگیرین خیلی راحت میشین باور کنید اینو تکرار کنید چند بار چیزی که در کل جهان انجام میشه من روی راهکارا میرم رو. بعضی کسا میگن خب پیشش میگن می سا چیکار کنیم که روانشناسایی که وجود داره بله بسیار راحت چند داریم راهکارا را استاد اگر میگن می میگن که چیکار کنیم که مشکل ما حل میرم میگه بریم ورزش کنین بدوین من قبول دارم ورزش کنین خیلی کار خوب است اما هر دقیقه که فکر مزایمه چیکار کنن اینا فکر مزایمه چطور اسب کنن من روی همین بودم و بعد از این راهکاری که من تحصیلات ما کردم روی موضوع و خیلی موضوع خوب بود و فهمیدم که یعنی راهکار است که تشویش های ما را حل میکنه و کلا و یکی از دلایلی که من میشه شاد هستم همین تکنیک انجام میدم و اصلا ناراحت نمیشم روی امتحان باشی انجام بدی راحت میشی در هر جایی باشی یک ایده انجام بدین جملات خیلی مثبت چند بار تکرار کنین نفس عمیق بگیرین کلا راحت میشین و زندگیتان پر از شادی میشه تشکر استاد ما یک بار دیگه دوستا از ازشان میخوایم که بیاین اینمی کار را تکرار بکنین یک بار تجربه بکنین مطمئنا موضوعات مثبت را پیدا خواد کردین استاد خیلی سپاس من ان که این برنامه تمام شده حتما یک بار تجربه میکنیم سلامت سلامت باشید. باشید. حال میریم به طرف وقفه پس از وقفه دوباره بر نگردیم امروی تا ساعت نو خان هستیم موضوعات دیگر هم مثل بخش روانشناسی داریم که بسیار جالب است و در این سرنوشت ساز وقفه میگیریم